بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، اول امسادی خوب است؟ سلامت باشید بیننده گرامی، بفرمایید. آقای امسادی، شیخ احمد هستم از ایران زنگ زدم. بفرمایید برادر گرامی، صدا شما داره پخش میشه. خوب هستید؟ سلامت زنده باشید، تشکر از شما. آقای امسادی، اون هفته سوال داشتم، این سوال هم هنوز هم نتونستم درست حسابی جواب بگیرم. اینه که میگن مثلا فلان پیر غیب شده، واقعا این غیب شدن یه حقیقتی داره؟ که میگن فلانی مثلا با کفار درگیر شده بوده، کفار رفتن دنبالش، رفته بوده بالای کوه، غیب شده، رد پایشون هست و اینا از زیارت از اونجا. باشه، چشم، در این مورد صحبت میکنیم. در این مورد صحبت. یه سوال دیگه هم داشتم آقای انصاری. بفرمایید. این سیدایی که مثلا یه مریض میره پیششون، میگن که شما باید سال به سال یا ماه به ماه یک گوسفند بیارید و فلان بکنید، تعویض میدن برای بچه دار شدن و مرض و جن و اینا، در مورد اینا هم لطفا توضیح بدید. باشه، چشم چشم چشم. دستتون در نکنم، ممنون از برنامه. زنده باشید، خدا نگهدارتون. ببینید، پیر در یک کوی براش یک زیارتی درست کردن که این جناب پیر وقتی که کفار میخواستن بیان این پیر صاحب رو بگیرن، این پیر غیبش زده. یک کمی عاقلانه فکر بکنید، رسول الله صلی الله علیه و سلم سید و سردار اولاد آدم در احد دندان مبارکش شهید میشه، صورت مبارکش زخمی میشه، بهترین اصحابش در اونجا سید و شهدا حمزه عموی پیامبر به شهادت میرسن، معلمین قرآن، سفیر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه مصعب بن عمیر و خیلی از نزدیکان رسول الله صلی الله علیه و سلم به دست کفار در اونجا به شهادت میرسن، بیش از 72 نفر. اگر قرار بود غیب شدن یک نوع کرامتی محسوب بشه، باید صحابه در اونجا غیب میشدن، الله سبحانه و تعالی اونا رو غیب میکرد تا کفار به اونا نتونن ضربه بزنن. بالاتر از صحابه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد غیب میشدن در اونجا تا اون لعینی که ضربه شمشیر زد به صورت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، صورت مبارک رو زخمی نمیکرد و دندانشون به شهادت نمیرسید. این چرندیات که اینا ساختن به خاطر گرم کردن اون بازارشون، اونجا یک دکانی ساختن به نام دین، به نام پیر فلانی، که این پیر وقتی کفار می‌خواست اینو بگیره این غیبش زد. رسول الله صلی الله علیه و سلم غیبش نزد، صحابه غیبشون نزد، قاریان قرآنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده بودن برای تعلیم قرآن به یکی از قبائل عرب خارج از مدینه که همه اونها رو کفار به شهادت رسوندن، اونا غیبشون نزد. در حنین، در خندق صحابه به شهادت رسیدن، غیبشون نزد. در طول تاریخ این همه مجاهدین و انسان‌های صالح و بزرگوار بودند در تاریخ اسلام، اینا غیبشون نزد. اون در اون کوههای افغانستان یک مجهول الهویه اونجا در بالای کوه وقتی کفار می‌خواستن اینو بگیرن غیبش زد. اینا فقط برای فریب دادن مردم است. الان اونجا یک دکان باز کردن و اکثر این داستان‌ها رو همون کسایی که در اطراف این دکان‌ها هستن درست می‌کنن تا مردم رو شیفته بکنن به این مغازه‌ای که درست کردن. مثل کسایی که اعلان می‌کنن، شما ببینید یک کریم دندانی، نمیدونم صابونی، شامپوی، چیزی یک شرکتی درست میکنه، میارن اعلام میکنن که بله این شامپو فلان ویژگی رو داره، یا این صابون مثلا اینطوری بدن رو تمیز میکنه و فلان میکنه، یا تلویزیون یا رادیو، هر چیزی که دارن تجارتی. لازمه برای اینکه کسی بخره این لوازم رو در بازار، براش اعلان میکنن در تلویزیون ها. اکثرا دیدید که زنها رو میارن و خیلی با حالت بد در مورد این وسایل اعلان میکنن. برای چیه؟ برای اینکه مردم بخرن، چون اگر این اعلان رو نکنن کسی خبر نمیشه از این چیز، در بازار همینطوری میمونه و جنسشون به قول معروف رو دستشون میمونه. دقیقا این تاجران دین فروش کارشون همینه. حالا مثلا در
ولایت بلخ در افغانستان یک بتکده‌ای درست کردن که اینجا قبر حضرت علی است. حضرت علی به شهادت رسید، بعد یک شطوری اومد رو شطور جسد حضرت علی رو گذاشتن، این راه رو همینطور میپیمود تا اینکه به بلخ رسید، اونجا اومدن دفنش کردن. بعدش هم یک دکانی درست کردن در اونجا، یک عده دین فروش اطراف اون جمع شدن، مردم رو دارن فریب میدن، گویند که مرتضی علی در نجف است، در بلخ بیا ببین چه بیت الشرف است، جامی نه عدن گوی نه بین الجبلین، خورشید یکی و نورش به هر طرف است. این قبر حضرت علی نیست، این دکان است، مغازه‌ای که درست کردن برای خودشون اونجا. 4 تا شرابی، زناکار، فاسد، جاهل، نادان، کسایی که اطراف اونجا نشستن اکثرش از این گونه مردم هستن. به خدا قسم من کسی رو میشناسم، شخصا میشناسم که در اونجا پول جمع میکنه در کنار قبر حضرت علی و شب در خونه ویسکی میخوره، شراب مینوشه. اینا کسایی هستن که مجاورین قبر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در ولایت بلخ در افغانستان هستن. اولا حضرت علی بیکس نبود که همینطور جسدش رو بذارن روی شطوری که بره در افغانستان، اونم در ولایت بلخ بره در اونجا دفن بشه. این اولا. پسراش بودن، حسن بود، حسین بود، عمر بود، ابو بکر بود، فرزندان حضرت علی بودن، به عزت و اکرام دفنش کردن. اما اینکه جای قبرش رو پنهان کردن به خاطر خوارج که توهین میکردن به قبرهای صحابه و خیلی از بزرگان ما قبراشون معلوم نیست. خیلی از صحابه پیامبر، البته در بقیه شما برید هیچ قبری رو شما 100% نمیتونی بگی این قبر فلانی. هیچ سند تاریخی وجود نداره که این دقیقاً قبر فلانی است، چون اهمیتی نمیدادن در اون موقع برای قبر و برای گنبد و بارگاه. این بدعت ها چندین قرن بعد از صحابه و تابعین به وجود آمد. ثانیاً شما عاقلانه بیندیشید که مثلا یک جسد یک کسی که مورد در اون هوای گرم مثلا عراق و مسیر را و تا خراسان اون زمان و شاید که کم از کم 20-25-30 روز طول میکشید تا که یک شطوری مثلا از کوفه حرکت بکنه تا بلخ برسه، آیا این جسد در بین راه خراب نمیشد؟ ثانیاً کی این جسد را امرایی میکرد؟ در بلخ کی اومد این جسد رو گرفت و در اونجا دفن کرد؟ این داستان رو ساختن برای فریب دادن مردم و عده‌ای مفتخور کذاب در اطراف این زیارت ها جمع شدن، دارن جیبش خودشون رو پر میکنن. مردمی هم که در جوامعی عقب مانده هم از نگاه دینی، هم از نگاه اقتصادی، هم از نگاه فرهنگی زندگی میکنن، وابسته و دلبسته این زیارت ها هستن. مردمی که وضع اقتصادیشون خوب باشه، در حدی از سواد دینی و فرهنگی قرار داشته باشن، هیچ‌وقت به سراغ این زیارت ها نمیرن، چون بیچاره نمیتونه اون نیازهای خانواده خودش رو در داخل خونه برآورده بکنه، متوسل میشه به این زیارت. نمیتونه بره تحصیل بکنه، به یک مقام و به یک منصبی برسه، علم حاصل بکنه، متوسل میشه به این زیارت ها. و بیشتر خریدار این خرافات زنها هستن متاسفانه. و این دکان ها رو عده‌ای ساختن برای فریب دادن مردم و هدفشون از ساختن این داستان ها این است که مردم رو جذب بکنن. اعلان تجارتیه در حقیقت، این که فلان پیر فلان جا رفت و غیبش زد، این یک اعلان تجارتیه برای اینکه جیب اون کسایی که اطراف این زیارت ها نشستن رو پر بکنن. پس این زیارت ها و این دروغ هایی که می سازن همه جعلی هست، ساختگی هست، برای پر کردن جیب های خودشون هست. اما اینکه گفتید سیدایی هستن که مریضا میرن پیششون، اولا از کجا معلوم که این طرف سیده؟ ثانیاً اینکه دکانی باز بکنن به نام، اینم دقیقاً مثل همون زیارت هاست، اونجا یک مرده ای رو بردن براش دکان باز کردن، اینجا یک سیدی رو دکان باز کردن. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت رسول الله دکان هایی داشتن در مکه و مدینه که مردم اونجا مراجعت بکنن و مرضاشون رو علاج بکنن؟ اینم دوباره برمیگرده به همون ضعف و عقب ماندگی یک جامعه، چون اگر در یک جامعه بیمارها رو بتونن از طریق پزشکی علاج بکنن، دیگه کسی مجبور نمیشه پیش سید بره از اونجا طلب علاج بکنه، طلب شفا بکنه، چون شفا و علاج و همه چیز به دست الله سبحانه و تعالی است. اینکه کسی میره پیش دکتر، این دکتر یک وسیله است، اما هیچ وقت شفا نمیده کسی رو. اون دارویی که به شما میده یک سببی هست که الله سبحانه و تعالی برای هر مرضی یک دارویی قرار داده، اما هیچ وقت این دارو شفا دهنده نیست.
ما نباید این اعتقاد داشته باشیم که این دارو شفا دهنده است. چرا؟ الله سبحانه و تعالی تنها کسی است که انسان رو شفا میده. چه بسیار بودن بیمارایی که رفتن پیش دکتر، علاجم کردن، عملم کردن، آخر مردن، چون که الله سبحانه و تعالی شفا نداد. این که تعویض میدن و بعد میگن گوسفند بیار، این جرم بدتر از گناه است. اولا تعویض دادن، تعویضی که از آیات قرآنی باشه، در بین علما اختلاف هست اینکه جایز هست یا جایز نیست. قول جمهور علما بر این است که تعویضی که حتی از آیات قرآنی هم باشه جایز نیست، چون یک نوع توهین و اهانت به قرآن کریم است. شما در هر حالت اون تعویض رو میپوشید و این تعویض، با این تعویض به حمام میرید، با این تعویض در حالت جنوب میباشید، با این تعویض بدون وضوء هستید، در حالی که آیات قرآنی رو انسان نباید بدون وضوء بهش دست بزنه. اما تعویضایی که حروف سحر و جادو و عجیب غریب توش هست که این شرک است و اصلا جایز نیست، نباید که هیچ کس از این استفاده بکنه و کسانی که این گونه تعویض ها میدن، اینها از دایره اسلام خارج هستن، اینا جادوگرن و این تعویض ها و این چیزایی که میدن به بیماران که نمیدونم این برای گرمی و نمیدونم برای سردی و این برای جلب محبت و این نمیدونم برای جدایی و این برای فلان، اینا همه شرک است، انسان رو از دایره اسلام خارج میکنه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح و صریح فرمودن کسی که پیش کاهنی بره، پیش جادوگری بره، پیش تعویض نویسی بره و حرف اون رو تایید بکنه بر آنچه که بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شده، کافر است. یعنی کافر به قرآن کریم است، چون بیماری شما رو، مشکلات شما رو، همه چیز شما رو الله سبحانه و تعالی علاج میکنه. ادعونی استجب لکم، الله سبحانه و تعالی رو بخوانید تا شما رو اجابت بکنه. و اینکه کسی از نام سید بودن، از نام اینکه منصوب به اهل بیت از سوء استفاده میکنه و مردم رو این گونه فریب میده، این جرم است، این گناه نابخشودنی است، این توهین و اهانت به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. اینکه کسی در یک جامعه سید باشه، اینکه کسی در یک جامعه منصوب به یک قبیله و یک صحابی و یک پیامبری باشه، هیچ فضیلتی برای او محسوب نمیشه. در نزد الله سبحانه و تعالی در وقت حساب و کتاب هیچ کس از هیچ کس برتری نداره، هیچ کس، ولو که میخواد هر کسی باشه. اینا دارن سوء استفاده میکنن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مکه فریاد زدن که قسم به خداست، لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اگر فاطمه دختر محمدم دزدی بکنه دستش رو قطع میکنم، و حاشا و کلا که فاطمه رضی الله تعالی عنها سیدت النساء العالمین دزدی بکنه. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم این سخن رو گفتن تا به مردم بگن که فاطمه با یک زن دیگر در پیشگاه الله سبحانه و تعالی در مقابل دادن اجر و ثواب و گناه فرقی نداره، همه مثل هم هستن، هیچ تفاوتی بین سید و غیر سید و سیاه و سفید و عرب و عجم نیست. در آخرین خطبه حجشون رسول الله صلی الله علیه و سلم در خطبه حجت الوداع در منا و در مکه تکرار کردن بارها که هیچ عربی بر هیچ عجمی، هیچ عجمی بر هیچ عربی، هیچ سفیدی بر هیچ سیاهی و هیچ سیاهی بر هیچ سفیدی، هیچ کس از شما بر کسی دیگر برتری نداره مگر به تقوا. زیرا که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره حجرات برای ما بیان میکنه که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ای انسان ها، حتی نگفته ای عرب، ای مؤمنین، ای مسلمان ها، ای انسان ها، همه انسان ها، از آمریکای شمالی و جنوبی گرفته تا استرالیا و آفریقا و آسیا و چین و همه کشورهای دنیا، همه نژادها رو در بر میگیره. این یک خطاب بین المللی است در قرآن کریم. ما بارها گفتیم خطاب خاص داریم یا الذین آمنوا، خطاب عام داریم یا ایها الناس، برای همه انسان ها. شما را از یک پدر و مادر آفریدیم، از همون پدر و مادری که من به دنیا اومدم، آدم و حوا علیهم السلام، از همون پیامبر سیدهام به دنیا اومدن، نمیدونم عربهام به دنیا اومدن، عجمهام به دنیا اومدن، همه از اونها به دنیا اومدن. هیچ کس بر هیچ کس برتری نداره. و این که شما را قبیله ها و قوم ها ساخته، لتعارفوا، هم دیگر را بشناسید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما در نزد الله سبحانه و تعالی با تقوا ترین شماست. اینکه کسی میاد در بین جامعه مثلا میبینن آ فلانی سید، دختر به کسی نمیده، با دختر مردم ازدواج میکنن اما به کسی دختر نمیدن، سبحان الله، شما چه برتری دارید از دیگران؟ این یک عادت جاهلیت است، یک عادت
ابو جهلی و ابو لهبی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجۃ الوداع گفتن همه اون عادات جاهلیت زیر پای من است. اینکه کسی احساس برتری بکنه نسبت به کسی دیگه که حالا والا من سید هستم، من فلان هستم، من از دیگران برتر هستم، این طرف سید و اولاد پیغمبر نیست، بلکه پیرو ابلیس است، پیرو شیطان هست. این در مورد این تعویض و برتری جویی سیدها بر دیگران، که امیدوارم که برادرمون شیخ احمد جواب سوالشون رو گرفته باشه. Allah 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 Allah